توی این ویدیو قرار ببینیم توی SSD چه شکلیه و دیتاها چجوری چه جوری روش ذخیره میشن. یه SSD یه ترابایتی دیتاهایی به اندازه سه هفته فیلم و سریال دیدن به صورت نانستاپ و میتونه تو خودش ذخیره کنه. و این حجم از دیتا فقط روی یه میکروچیپ کوچیک ذخیره میشه. نوع این SSD که بررسیش میکنیم و توی دسکریپشن نوشتیم. SSD ها از سلولای حافظه استفاده میکنن. در واقع سلولای حافظه پایه‌ای ترین واحد ذخیره سازی توی SSD هم. هر کدوم از این سلولا وظیفه دارن اطلاعات رو به صورت صفر و یک تو خودشون ذخیره کنن که به هر کدوم از این صفر و یک هم یه بیت میگن و با کنار هم قرار گرفتن هر کدوم از این بیت ها اطلاعاتی مثل عکس و فیلم و حالا هر چیز دیگه ای تشکیل میشه هر یه دونه سلول حافظه از چند تا چارج ترپ تشکیل شده که توی این چارج ترپ ها الکترون ذخیره میشن تعداد الکترونایی که توی هر چارج ترپ وجود داره نشون میده که چه بیتی به اون اختصاص داده شد مثلا اگه مقدار کمی الکترون توی یه چارج ترپ باشه مقدار اون بیت یک یک, یک یکه. البته من توی پرانتز بگم که این SSD از فناوری TLC یا Triple Level Cell استفاده میکنه که یعنی نشون میده که اون سلول حافظه تا سه بیت داده میتونه توی خودش ذخیره کنه و حالا اگه تعداد الکترون ها زیاد باشه اون چارج ترپ بیتش برابر با صفر صفر صفره و مقدار کمتر یا بیشتر این الکترون هم بین این دوتا عدد مثلا یکیش یکی یک یک صفره یا یک صفر یکه و این تعداد بیت ها هم توی هر سلول بستگی به نوع حافظه و تکنولوژیش داره توی فناوری قدیمی فقط میشه یه بیت حافظه توش ذخیره کرد و خب طبعا هرچی تعداد ها بیشتر باشه ظرفیت هم بیشتره اما این قضیه معایبی هم داره مثلا سرعت خوندن و نوشتن کنتر میشه و ممکنه وقوع خطا هم توش بیشتر بشه این الکترون ها هم مدت خیلی طولانی توی این سلولا میمونن تا زمانی که دیتا رو هست بکنن و الکترون ها آزاد بشن برای اینکه این حجم از دیتا توی یه چیپ کوچیک جا بشه این سلولای حافظه توی ساختارهای سبودی قرار میگیرن مثلا توی این حافظه 100 تا لایه وجود داره و هر کدوم از این لایه ها چهل هزار تا ستون و 50 هزار تا ردیف داره حالا بریم سراغ این که این اطلاعات چجوری خونده یا نوشته میشه دو تا فناوری وجود داره یکیش کنترل سه و یکیش بیت لاین که کنترل گیتس وظیفه شناسایی و فعال سازی لایه ها رو داره و بیت لاین هم وظیفش انتخاب کردن ردیف و ستونه و این همه لایه هایی که راجع بهش صحبت کردیم 8 بار دیگه هم تکرار میشه و در نهایت همشون جمع هم میشه توی یه میکروچیپ کوچیک اگه سوالی راجع به این ویدیو داشتید حتما برامون کامنت کنید ویدیو هم دوست داشتید لایکش کنید تا به افراد بیشتری نشون داده بشه مرسی که همراه بودید